اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنامي خداوندي هستي بخش و بارز سلام و درود خدمت یکایک که بیننده های عزیز تلویزیونی خورشید و علاقمندان برنامه فقهی خانواده. خرسند و خوشحال هستم که باز هم تا فرصتی که پیش روز شما عزیزان را با خود دارم و امیدوار هستم ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی بکنیم. دوستان نهایت عزیز، رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید: ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. هیچ تحفه گرانبهاتر به اولاد از جانب پدر و مادر از ادب نیکو و شایسته نیست. و قرآن پاک میگه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای اهل ایمان، خود و اهل و عیال خود را از نار جهنم نجات بدین. قو فعل امر است، آمر اللاز، و هر امر در قرآن و حدیث تقاضای فرض را داره. پس همان طوری که خداوند ما را به لفظ و صیغه اقیمو، اقیم الصلاه، به ادای نماز امر کرده است، به صیغه قو انفسکم به تربیت اولاد امر کرده است. و علما از جمله امام نووی، امام بخاری، علامه بیضاوی رحمه الله و جمعی کثیر و غفیری از محدثین و مفسرین میگه قو در اینجا صیغه امر است و تربیت اولاد نظر به این آیه مبارک فرض است. پس دوستای عزیز، تربیت اولاد بابی از تقرب به سوی خداوند است. کسی که در محراب الله را بندگی میکنه، نماز میخونه، کسی که در خانه الله را بندگی میکنه، اولاد را تربیت میکنه. پس اگر انسان در عبادت کدام بخشی از عباداتش مختل شوه یا نتونه به اساس تنبلی یا کسالت یا به اساس عذری از اعذار، خدا میبخشه و امید است خدا اون لطف کنه. اما اگر انسان در قبال اولادش بی تفاوت باشه، چون کانالی است به سوی جنت یا کانالی است به سوی جهنم. به هر حال دوست عزیز، ما در سلسله دروسی تربیت از تولد تا 24 سالگی در 8 بخش و هر بخش دارای 3 مرحله، در هر مرحله مهمترین نیاز و حاجت اطفال و نوجوانان را صحبت کردیم، و در مرحله دوم مهمترین چیزی که در تربیت خطر بود یا تهدید میکرد تربیت من را، و سوم مهمترین چیزی که ما باید مکلف بودیم به اولادمان راهنمایی بکنیم. بالاخره در ختم این سلسله خواستم دو نکته دیگر به آنچه که گفته شد اضافه کنم: یکی تربیت با محبت، و دوم تربیت با التجا به سوی الله جل ذکره. خداوند قادر است، خداوند تواناست. اگر تمام تکتیک ها و تکنیک ها را در تربیت اولاد به کار ببریم ولی از الله کمک نخواهیم، به سوی خدا رجوع نکنیم، محال است کامیاب شویم. لذا رسول پاک صلی الله علیه و سلم میگه: انا دعوت ابراهیم و بشارت عیسی. من نتیجه دعوت ابراهیم استم، مکی خاتم انبیا استم، مکی حبیب خدا استم، مکی یگانه کسی که در سایه عرش خداست و در زیر عرش خدا به خدا مستقیم سجده میکنه و شفاعت کبرا پیشش است. من هستم نتیجه دعای پدرم ابراهیم استم و بشارت عیسی استم. پس نتیجه دعا را ببینید دوست عزیز. پس اگر پدر و مادر میخه اولادش درست تربیه شوه، باید در هر لمحه عمر و در هر لحظه وقتی عبادت میکنه، نماز میخونه، غذا میخوره، اولادش را در دعای شریک کنه. حضرت ابراهیم برای پیغمبر دعا کرده بود: ربی هبلی من لدنک ذریه طیبه. پروردگار از جانب خود برای من ذریه طیبه و پاکیزه نصیب بکو و برای متقیان و پرهیزگاران امامش بگردان، پیشوایش بگردان. اینجاست که نه تنها امام بشر میشه، بلکه امام انبیا میشه. در بیت المقدس مسجد الاقصا انبیا را امامت میکنه در شب معراج. این نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام است. پس دعای پدر در حق اولاد خیلی مؤثر است. از خدا باید کمک بخواهیم تا اولادمان صالح تربیه شود. شخصی به نام ابراهیم ادهم، اگر نامش را شما شنیده باشین دوست عزیز،
ابراهیم ادهم، یکی از اولیای الهی و یکی از عارفاس و یکی از شخصیت‌های خیلی ممتاز، البته هم از حیث علم و هم از حیث دانش و هم از حیث تقوا، شخصیت استثنایی در تاریخ اسلام، ابراهیم بن ادهم. پدرش میگه وقتی که در بطن خانمم حمل ظهور کرد، تمام علما را خواستم، دانشمندایی که در اطرافم بود دعوت کردم، غذا تهیه کردم، برایش دعوتنامه روان کردم و بالاخره در مهمانی اشتراک کرد. غذا را که خوردن ازشان خواستم که خداوند جل ذکره برای من یک فرزند عنایت میکنه و امیدوار است خانمم، شما در حقش دعا بکنین که فرزند صالح به دنیا بیاید. علما بعد از غذا دست بلند میکنه به سوی خدا و دعا میکنه، در نتیجه ابراهیم به دنیا میاد. ابراهیمی که ولی خداست، ابراهیمی که دوست خداست، ابراهیمی که عالم است، ابراهیمی که دانشمند است، ابراهیمی که منشأ تغییرات مثبت در سطح جامعه و منطقه میشه، خداوند در نتیجه دعای علما به وجود میاره. پس اثر التجا و رجوع به سوی خداوند در تربیت واقعا نقشی به سزای داره. پس دوست عزیز، برمیگردیم به یک نکته خیلی مهم. من یکی از شاگردهای خیلی کوچک قرآن کریم هستم و بارها قرآن کریم ترجمه و تفسیر کردیم. در قرآن پاک هیچ جا دعای پدر رد نشده است. یک نکته جالبی که ما از قرآن گرفتیم، در هر جا پدری به خاطر اولاد اگر دعا کرده یا مادری دعا کرده رد نشده است. حضرت مریم علیه السلام نتیجه دعای مادرش است. حضرت یحیی علیه السلام نتیجه دعای پدرش است. حضرت اسماعیل علیه السلام نتیجه دعای ابراهیم پدرش است و حضرت اسحاق علیه السلام و خود رسول پاک صلی الله علیه و سلم. پس دعای پدر در قرآن در حق اولاد رد نمیشه، همان طوری که دعای انبیا رد نشد، دعای صالحان رد نشد و بزرگای دین ما، پس دعای ما هم رد نمیشه. یقین داشته باشین در حق اولادتان دعای خیر کنین. در واقع حضرت مریم علیه السلام چه زیبا قرآن میگه: و اذ قالت امرأة عمران ربی، زمانی را بیاد بیار که عمران، همسر عمران، مادر مریم، گفت پروردگارم، اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبله منی انک انت السمیع العلیم. خدا ایر از ما بپذیر، تو نیک شنوا و دانا هستی. فلما وضعتها قالت ربی اینی وضعتها انثا، زمانی که ایره به دنیا آورد، گفت خدا ایخو دختر به دنیا آمد، وليس الذكر كالأنثى والله اعلم بما وضعت، خدا میدانست که چی به دنیا میره، وليس الذكر كالأنثى، و ایجگا پسر همانند دختر نیست. قالت، خداوند چی میگه، چی زیبا میگه، خداوند میگه من میدانستم که تو دختر به دنیا میری، ولی الله قبولش میکنه. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، خداوند به قبول نیک قبولش کرد و حضرت زکریا را کفیل و سرپرستش قرار داد. فلما کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقتی که حضرت زکریا داخل میشد در همون جایی که عبادت میکرد، وجد عندها رزقا، انواع گوناگون غذا را در پیش میدید، غذای تابستان در زمستان و غذای زمستان در تابستان. اینجاست که حضرت زکریا علیه السلام تعجب میکرد، قال انا لکی هذا، این نعمت از کجا آمد؟ قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، ای از جانب خداست و خداوند کسی را که بخواهد بلا حساب و بلا کتاب رزق و روزی میده. ما را همراهی کنین بعد از نشر حدیث، دوباره در خدمتم قرار میگیریم. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال:
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ابو هريره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس ماه مبارک رمضان را به قصد حصول ثواب در عبادت بگذراند تمام گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهند گرفت. دوستای نهایت عزیز، شما را دوباره به ادامه بس پیرامون تربیت اولاد با التجا و رجوع به سوی خدا خوش آمدید میگم و آخری بحث ما در سلسله دروسی تربیت اولاد است و مهمترین بحث است که میتونیم بگوییم 70 جلسه نقطه عطفش امی جلسه است. اگر هر چقدر تلاش کنیم به خداوند رجوع نکنیم امکان تربیت نیست، اگر باشم تربیت منفیست. پس دوستای عزیز، در قرآن وقتی سر بزنیم یک نکته را گفتم میافیم که دعای پدر و مادر در حق اولاد رد نشده است و از انبیاء علیه السلام، از انبیاء اولو العزم دیدیم که نتیجه دعایشان خداوند چی گونه عنایت میکنه. حضرت زکریا، هنالک دعا زکریا ربه، حضرت زکریا دعا میکنه و پروردگارش قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. خدا از جانب خود یک فرزند طیب و پاکیزه و یک ذری طیب و پاکیزه نصیب بکن. تو نیک شنوای دعا هستی و دانا هستی. اینجاست که فنادته الملائكه و هو قائم يصلي في المحراب، فرشته صدا میزنه در حالی که حضرت زکریا نماز میخونه. ان الله يبشرك بيحيى، خداوند تو را بشارت میده به یحیی، یگانه پیغمبری که خداوند نامش انتخاب میکنه. خداوند تو را به یحیی فرزندت بشارت میده، مصدقا و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. هم تصدیق کننده است، هم تصدیق کننده است، هم راستگو هست، هم پیغمبر است، هم صالح است. پس دوسته عزیز، رسول پاک علیه السلام میگه سه دعا رد نمیشه. اول دعای مظلوم، دعای مظلوم رد نمیشه، امروز باشه فردا باشه دعای مظلوم ظالم میگیره. دوم دعای مسافر، انسان مسافر دعایش رد نمیشه، در حالت سفر اگر دعا بکنه دعایش قبول میشه. سوم دعای پدر و مادر در حق اولاد رد نمیشه. پس در حق اولادتان دعا کنین که خداوند سالم تربیتش کنه و صالح تبارس کنه. و یک دعا را برتان یاد میتو میره همیشه بخوانین، ربی اصلح لی فی ذریتی اینی تبتو الیک و اینی من المسلمین. این دعا را همیشه بخوانین بعد از هر نماز. این دعا را بخوانین، ربی اصلح لی فی ذریتی اینی تبتو الیک و اینی من المسلمین. انشاءالله تأثیری به سزایی در تربیت اولادتان داره. برحال دوست عزیز، سه نکته اساسی به والدین و یک نکته به اولاد اشاره دارم، بعد از او با ای بحث ویدا میگم. تمام والدین، پدر و مادر و مربی اطفال و اولاد و نوجوانا متوجه باشن. این سه نکته را نسب العین خود قرار بتن و برای همیش در زندگی خود فراموشش نکنن. اول، همیشه در دعای خود اولاد شریک کنن. وقتی نماز میخواند برش دعا بکنه که خدای اولاد مرا صالح مسلمان با ایمان با دیانت تربیه بکن. و امروز اولاد تو خواهر و مادر و تو پدر گرامی اگر صالح است نتیجه دعایت است، اگر فاسد است نتیجه دعایت است. و من دی شک ندارم چون فرمان خداست و فرمان رسول پاک علیه السلام است. پس اولین نکته را که فراموش نکنین، همیشه به اولادتان به خاطر صلاحش دعا کنین. دعای شما رد نمیشه. نکته دوم دوستای نهایت عزیز، نکته دوم به هر قیمتی که میشه، به هر قیمتی که میشه لقمه اولادتان را حلال بسازید. لقمه حرام در زندگی هیچگاه اولاد نمیتونه مسلمان تربیه کنه. اولادی که مسلمان مؤدب تربیه شوه، صالح تربیه شوه، نتیجهش
لقمه حلال است. اجازه نتین حرام در زندگیتان داخل شود. نکته سوم، در حق اولاد هیچگاه دعای بد نکنین. هیچگاه دعای بد نکنین. درست است یگان دفعه اولاد درد من میته، آزار من میته، ناراحت من میکنه، بی ادبی میکنه، بی گفتی میکنه، چون ایمان درست نداره، تربیه درست نداره. ولی شما نباید دعای بد کنین. نزد حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی آمد، گفت اولادم بدبخت است، از من اطاعت نمیکنه، بدکار است، بی بندوبار است، چی کار کنم؟ گفت آیا در زندگی کدام بار دعای بد نکردی؟ گفت چرا، دعای بد کردم. گفت انت افسدته، تو فاسدش کردی، خودت ملامت کن. پس رسول پاک بار بار به امتش میگه هرگز بر ضرر خود دعای بد نکنین. خداوند امکان داره در امون لحظه که شما دعای بد میکنین دعای شما را آمین بگوی، لبیک بگوی. بر ضرر اولادتان، بر ضرر غلامتان و خانوادهتان دعای بد نکنین. پس امروز مادره که شورش بودی میگه خدا علاقت کنه، خدا مرا از روی بگیره یا تو را از روی بگیره، این گناه است خواهر عزیز و مادر گرامی، این گناه است و این جنایت است علیه اولاد. سومین نکته ای که نباید فراموش کنین، در حق اولادتان تحت هیچ شرایط دعای بد نکنین. اگر چقدر فشار بیاد باز هم دعا نکنین، چرا؟ دعای شما قبول میشه، اولادتان فاسد تبارز میکنه و همو مشکل از دنیا میره. کسی که دعای بد پدر گرفته و از مادر گرفته، آق از آق، و این انسان خدا نمیبخشه. و یکی از جمله گناه های کبیره آقی پدر و یا آقی مادر است. بعد از سه نکته ای که به والدین خود و به مادرها و خواهرای عزیزم رهنمایی کردم، یک نکته را برای برادرای خود و جوانها و نوجوانها و فرزندان میگم. جوانای عزیز و نوجوانان گرامی، هر چقدر که در توان دارین، رمزی خوشبختیتان، رمزی پیروزیتان، رمزی موفقیتتان، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت، دعای پدر مادر است. تحت هر شرایط قرار بگیرین، کوشش کنین پدر مادرتان را از خودتان خوشنود کنین. یک نکته، عاقل را، العاقل تکفی الاشاره، اگر عقل دارین و با آیندهتان می اندیشین و از شقاوت و بدبختی خوف دارین، به سعادت و خوشبختی امید دارین، پس این رمز فراموش نکنین. دعای پدر مادر نقشی به سزایی در سعادت خوشبختی ما داره و به دعایش نقشی به سزایی در بدبختی و شقاوت ما داره. قرآن پاک میگه اظهار شکایت از درد نکو. زمانی که دیدی بدنت درد میکنه، تبی شدید داری، الم داری، بدنت میلرزه، پدر مادرت آمد پیشش، نگو من مریض است، کنترول کو. وقت اظهار شکایت از درد گناه بوده و قرآن منع میکنه، آیا کلمات ناپسند، تصرفات ناپسند، برخورد ناپسند مجاز است؟ ای عاق است دوست عزیز، و ای گناه کبیره محسوب میشود. برحال دوست عزیز، بعد از نشر یک حدیث دوباره در خدمتتان قرار میگیرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. از أبو هريرة رضي الله عنه روايات است که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود یک عمره تا عمره دیگر موجب بخشش و کفاره گناهانی می شود که در میان آن دو عمره انجام گرفتند و حج مقبول پاداشی جز بهشت ندارد. دوستای نهایت عزیز، شما را دوباره به ادامه بس پیرامون تربیت اولاد با التجا به سوی خداوند جل ذکره خوش آمدید میگم.
در قبال آنچه که گفته شد تا این دم دو نکته را می‌خواهیم به عنوان ستار و پرده قرار بدیم و رمز صلاح و فساد قرار بدیم. اگر می‌خواهید اولادتان برای همیشه صالح بار بیه، از این چهار چیز استفاده کنین. اگر می‌خواهید فاسد بار بیه، فراموشش کنین. اول دوست عزیز تربیت با محبت، دوم تربیت با التجا و رجوع به سوی خداوند کریم، سوم انتخاب بهترین دوست و چهارم برایش الگو و سرمشق انتخاب کردن. الگو و سرمشق و یا انتخاب دوست در جلسات 15 یعنی تربیت اولاد از 15 تا 18 سالگی بس کردیم. صرف دو نکته دیگر که مهمترینش التجا به سوی خدا بود و آیه را که باز هم میخوام تکرار کنم، جوانا و نوجوانا و پدرای عزیزی که میخوان اولادشان نافرمان است، اداره بعد از هر نماز بخوانه: ربی اصلح لی فی ذریتی، ربی اصلح لی فی ذریتی، اینی تبت الیک و اینی من المسلمین. اداره بعد از هر نماز هر چی که میتونن بخوانن و دعا بکنن. دعای پدر و مادر رد نمیشه، طوری که رسول پاک علیه السلام میگه هیچ دعایی به اندازه سه دعا نیست، که این سه نوع دعا هیچ گارت نمیشه: دعای مظلوم، دعای مسافر و دعای پدر و مادر در حق اولادش. سه نکته را برای والدین گفتم به شکل عام پدر و مادر متوجه باشن. اول گفتم به خاطر اصلاح اولادش همیشه دعا بکنن و اگر امروز اولادش صالح است مرهون احسان تو پدر و مادر باشه، و اگر اولادش فاسد و بیبندبار است باز هم نقش تو پدر و مادر داری. دوم گفتم اجازه نتن لقمه حرام داخل خانه شوه. چرا؟ رسول پاک علیه السلام میگه هر گوشتی که، هر جسمی که به لقمه حرام و انرژی نامشروع نش و نمو میکنه، آتش جهنم به او سزاوارتر است. یک لقمه حرام در معده انتقال کنه 40 روز عبادت از گوش بلند نمیشه. لباسی را که میپوشیم در 10 درهم، در 10 افغانی، یک افغانیش حرام باشه، تا وقتی لباس در بدن است عبادت من قبول نمیشه. سومین چیز گفتم تحت هر شرایط و فشار اگر قرارم بگیریم باید در حق اولاد دعای بد نکنیم، در حق اولاد دعای بد نکنیم. طوری که برای حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی گفت که اولادم نافرمان است، گفت آیا دعا نکردی؟ گفت چرا، دعای بد کردم. گفت انت افسدته، تو فاسدش کردی. باید در حق اولاد دعای بد نکنیم. و نکته اخیری که برای اولادا و فرزندا توصیم بود دوست عزیز، به هر قیمتی که میشه باید پدر و مادر خود راضی کنیم تا در حق من دعای بد نکنه. اگر خدا نخواسته دعای بد بکنه، یک دروازه مخصوصی در آسمان است که رد نمیشه، عاجل و مستقیم به سوی خدا میره. پس یک رمز در زندگیتان در حافظیتان بسپارین، رمز سعادت و کامیابیتان در خوشی و خوشنودی پدر و مادر، رمز شقاوت و بدبختیتان هم در ناراحت کردنی پدر و مادر است. قرآن کریم از دو پیغمبر نام میبره. واقعا جالب است، چون خدمت به پدر و مادر، احترام پدر و مادر و خوشنود ساختن پدر و مادر جزی رسالت انبیا بوده. از حضرت زکریا و عیسی نام میبره. خداوند جل ذکره میگه که حضرت زکریا را ما مسئول دعوت و رساندن پیام حق قرار دادیم و همچنین مسئول خدمت به پدر مادرش. و بعد در آخر میگه خود را شقی و جبار نساز. از دیدگاه مفهوم مخالف ایست، انسانی که در مقابل پدر مادر نتانه رفتار درست داشته باشه، شقاوتمندی و بدبختیش حتمی است. پس دوستای نهایت عزیز، بعد از بزرگترین اصل که توحید است، حق این پدر مادر یاد میشه. پس 24 سال پدر و مادر مکلف بوده که تو را رهنمایی کنه و زحمت بکشه، تربیت درست بکنه، تا اینکه تو یک شخصی مثبت، مفید، خدمتگار خانواده و جامعه تبارز بکنی. ولی آیا انصاف است که اولاد در مقابل پدر و مادر نتانه خوشنودش کنه؟ رسول پاک علیه السلام میگه بدبخت و شقی کسی است که پدر و مادرش با پیری برسه و در صورتی که دعای از او را نگیره و یا ناراضش بکنه داخل جنت نشوه. بدبخت و شقی در روی زمین همین انسان است. چرا؟ پدر و مادر به بسیار چیزی کم راضی میشه، به بسیار چیزی کم، ولی نتانیست ای انسان
پدر و مادر خود خوشنود بسازد. پس جوانای عزیز، این وظیفه تان است، این وظیفه تان است. اگر میخواین هیچ نوع مشکل در زندگی تان نیاید، نعمت زیاد شود و میرقم امکانات مادی تان بیشتر شود، سعادتمند شوین، خوشبخت شوین، تلاش کنین پدر و مادرتان خوشنود بسازین. حتی احسان و نیکی در مقابل پدر و مادر بدین و مرتد هم مطلوب است، اما حرفش نمیشنویم در امور دین، ولی در امور دنیا باید رفتارمان و معاشریمان نیک باشه. دوستای عزیز، ای بود بحثمان در ارتباط سلسله دروس تربیت اولاد از تولد تا 24 سالگی و 3 جلسه در آخر داشتیم، تربیت با محبت و تربیت با التجا به سوی خداوند. امیدوار هستم استفاده شده باشه و آنچه گفته شد و شنیده شد خداوند به همه ما توفیق عمل نصیب بکنه. از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین، از همه تان صمیمانه شکرگزار هستم و تشکری میکنم. شما را به الله بی‌نیاز تا دیدار بعد و برنامه بعد میسپارم. شاد و کامیاب باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.